درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. زندانیان معترض در 11 زندان ایران برای مقابله با حکم اعدام اعتصاب قضا کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه منتشر کنندگان شایعه انفجار در شاهچراغ شیراز اعلام جرم کرد. دونالد ترامپ روز اول کنوانسیون ملی جمهوری خواهان را با حضور رسمی جی دی ونس به عنوان معاون اول جوانش برگزار کرد. اسرائیل 3 مظنون به همکاری با جمهوری اسلامی را بازداشت کرده است. تیراندازی در مسجدی در عمان دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. یک دیپلمات ارشد کره شمالی در کوبا به کره جنوبی فرار کرد. وال استریت ژورنال گزارش داد که ایلان ماسک قصد دارد ماهانه حدود 45 میلیون دلار به گروه حمایتی کارزار ریاست جمهوری دونالد ترامپ اهدا کند. و دانشمندان وجود غاری را در ماه تایید کردند که میتواند به عنوان پناهگاه فضانوردان مورد استفاده قرار بگیرد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 16 جولای 2024 میلادی برابر است با 26 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. حدود 10 روز از اعلام نام مسعود پزشکیان با عنوان رئیس جمهوری منتخب گذشته است. امروز دوشنبه 26 تیر ماه مصادف با عاشورا، پزشکیان به مهدیه امام حسن مجتبی یا همان هیئت رزمندگان غرب تهران از مراکز تجمع نیروهای تندروی اصولگرا و اماکن سازماندهی نیروهای لباس شخصی رفت که مداح این مراسم سعید حدادیان بود. تصاویری از پزشکیان در کنار اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس و جانشین قاسم سلیمانی منتشر شده است. در این مراسم پرویز سروری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از چهره های مهم تشکیلات سیاسی اصولگرایان از جمله ائتلاف آبادگران، جمعیت رهبویان و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی یعنی شانا هم حضور داشت. یک دستمال سیاه، یک پرچم از مداح تندرو و یک تکه کاشی از مداح حامی قالیباف دستاورد محرمی پزشکیان تا اینجای کار بوده است. نامزد اصلاح طلبان مثل آنها برای عزاداری بی سر و صدا به دارالزهرا نرفت، به هیئت تندروترین لباس شخصی ها را برای ظهر عاشورا انتخاب کرد. اصولگرایان مخالف پزشکیان ابتدا تصور می‌کردند که او همراه هوادارانش جشن پیروزی خواهد گرفت، آن هم در دهه اول محرم، اما پزشکیان خیلی زود ثابت کرد که همانطور که گفته بود یک اصولگرا است. قرار است که مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان با حضور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 7 مرداد برگزار شود. 9 مرداد هم مراسم سوگند رئیس جمهور جدید در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. بعد از این دو مراسم پزشکیان فهرست وزرای پیشنهادی خود را رسما به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد و نمایندگان بعد از بررسی این وزرا رأی گیری در مورد هر یک از وزرا را به طور جداگانه انجام خواهند داد. در 25 هفته از اعتصاب قضایی گروهی زندانیان سیاسی در اعتراض به احکام اعدام که با عنوان سه‌شنبه های سیاه نه به اعدام برگزار می شود، زندانیان سیاسی زندانهای اردبیل و قائم شهر به این کارزار پیوستند. بر اساس بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام، روز سه‌شنبه 26 تیر ماه زندانیان معترض در 11 زندان ایران برای مقابله با حکم اعدام و جلب توجه افکار عمومی داخلی و بین‌المللی به مسئله مجازات غیر انسانی اعدام اعتصاب قضا کردند. در حالی که اعتصاب قضایی گروهی زندانیان سیاسی علیه صدور و اجرای احکام اعدام 25 هفته است که برگزار می شود، جمهوری اسلامی در هفته گذشته دوباره زندانیانی را با اتهامات مختلف اعدام کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به خبرهای کاربران شبکه‌های اجتماعی از حادثه تیراندازی در شاهچراغ
مکان مذهبی در شهر شیراز علیه منتشر کنندگان شایعه انفجار به اتهام تحت تاثیر قرار دادن امنیت روانی مردم اعلام جرم کرد. به گزارش رسانه‌های حکومتی، سید مصطفی بحرینی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز درباره تصاویر فضای مجازی از تیراندازی در حرم شاه چراغ مدعی شد که این حادثه مربوط به شلیک سهمی یکی از عوامل امنیتی بوده و بر اثر سهل‌انگاری رخ داده است. پیش از این بابک یکتاپرست، سخنگوی اورژانس کشور، درباره مصدومان حادثه تیراندازی گفت که سه تن به دلیل آسیب ناشی از ماندن زیر پای جمعیت دچار هیستری ناشی از ترس شده و مصدوم شدند و به منظور دریافت خدمات درمانی تکمیلی توسط آمبولانس به بیمارستان انتقال یافتند. به گفته دادستان استان فارس، صدای تیراندازی در یکی از خیابان‌های منتهی به حرم شنیده شده و محدوده حرم در امنیت کامل است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، در نهمین سالگرد مهاجرت فرزندانش کیانا و علی ابراز امیدواری کرد که آنها بدانند او مادری عاشق است که موج سهمگین حسرت کودکانش همچنان بر قلبش می‌کوبد. در متن نامه‌ای که روز سه‌شنبه 26 تیر ماه در حساب اینستاگرام منتسب به نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل منتشر شده، وی تاکید کرده که در میدان مبارزه، مقاومت و زندگی، مادر زندانی نماد و نشان سرپیچی است. مقامات عالی رتبه آمریکا و اسرائیل ساعت اولیه صبح روز سه‌شنبه 26 تیر ماه نشستی در کاخ سفید برگزار کردند که بر مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی متمرکز بود. این جلسه آخرین نشست گروه مشورتی استراتژیک آمریکا و اسرائیل بود. بنا به گزارش کاخ سفید، در این دیدار جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، و هیئت اسرائیلی شامل تزاچی هنگبی، رئیس شورای امنیت ملی، و ران درمر، وزیر امور استراتژیک حضور داشتند. نمایندگان ارشد سیاست خارجی، دفاع و سازمان‌های اطلاعاتی مربوطه هم در این دیدار و گفتگوها به آنها پیوستند. در جریان جلسه گروه مشورتی استراتژیک، سالیوان بر تعهد آهنین جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نسبت به امنیت اسرائیل، به ویژه در مواجهه با حملات مداوم و بی‌پروایی حزب الله لبنان تاکید کرد. مقامات ارشد آمریکا و اسرائیل در این جلسه در مورد تحولات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم گفتگو کردند. محور این بحث هماهنگی‌های مشترک برای اتخاذ مجموعه از تصمیم‌ها و اقدام به منظور اطمینان از این بود که ایران هرگز نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز اول کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان را با حضور رسمی جی دی ونس به عنوان معاون اول جوانش برگزار کرد. ترامپ با معرفی این سناتور 39 ساله از اوهایو به عنوان معاون اول خود، در روزهایی که تمرکز بر سر سن رؤسای جمهور بعد از عملکرد ضعیف بایدن در مناظره انتخاباتی اوج گرفته، شتاب تازه‌ای به کارزار انتخاباتی خود داد. کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان کمتر از دو روز بعد از ترور شوکه کننده ترامپ در پنسیلوانیا آغاز شد. آنچه در روز اول کنوانسیون رخ داد، نشان از ورود چشمگیر ترامپ به سالن کنفرانس بود، آن هم تنها دو روز بعد از ترور و در حالی که پانسمانی روی گوش راست خود داشت. ترامپ با تکان دادن مشت خود در هوا ژستی را تکرار کرد که در هنگام انتقالش توسط ماموران سرویس مخفی به محلی امن در روز ترور انجام داده بود. از سوی دیگر، نیویورک پست میگوید که همسر مرد 50 ساله‌ای که در جریان ترور نافرجام ترامپ خود را روی همسر و دخترش انداخت تا گلوله به آنها برخورد نکند، حاضر به گفتگوی تلفنی با جو بایدن برای تسلیت نشده است. وی تاکید کرد که خانواده آنها جمهوری خواه هستند و همسرش هرگز نمیخواست که او با بایدن صحبت کند. در خبر دیگر، قاضی دادگاهی در ایالت فلوریدا پرونده کیپری نگهداری اسناد محرمانه در ویلای مارالاگو متعلق به دونالد ترامپ را غیرقابل طرح دانست. این قاضی در حکمی که روز دوشنبه صادر شده، انتصاب یک بازداشت ویژه در پرونده نگهداری اسناد محرمانه در ویلای دونالد ترامپ بعد از پایان ریاست جمهوری او را غیرقانونی دانست. به این ترتیب دونالد ترامپ
نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا با این حکم به یک پیروزی حقوقی دیگری دست یافت، آن هم در زمانی که او بعد از سوء قصد ناپرجام به جانش وضعیت محبوبیت خود را در این انتخابات بهبود بخشیده است. بیاند گرانشمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. در کلینیک سوکای میرسواز زیر نظر دکتر مهناز جمالی میتوانید از خدمات بی نظیر این کلینیک بهره‌مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، آزمون‌سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاز تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه ی خبرها جلب می کنم. FBI و وزارت امنیت داخلی آمریکا در یک بلتان مشترک کم سابقه از وقوع حملات احتمالی با هدف انتقام گیری از تلاش برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ ابراز نگرانی کردند. تلاش برای سوء قصد علیه ترامپ نخستین سوء قصد به یک رئیس جمهور یا یک نامزد پست ریاست جمهوری در 43 سال گذشته بعد از ترور سال 1981 علیه رونالد ریگان بود و جامعه آمریکا و جهان را تکان داده است. FBI و وزارت امنیت داخلی آمریکا در بلتان مشترک خود که سایت آمریکایی پولیتیکو آن را به دست آورده، هشدار دادند که افرادگرایان خشن یا عوامل دیگر ممکن است که در واکنش به سوء قصد به جان ترامپ اقدام به عملیات خشونت بار کرده یا در صدد تلافی‌جویی بر بیایند. به نوشته پولیتیکو در روز دوشنبه 24 تیر ماه، بلتان 4 صفحه‌ای مشترک FBI و وزارت امنیت داخلی به هدف مشخصی اشاره نکرده، اما یادآوری کرده که افرادگرایان در گذشته مرتکب حملاتی علیه مخالفان سیاسی یا عواملی دیگر از روی انگیزه های ایدئولوژیک شدند. این بلتان به تهدیدهای مطرح شده در فضای آنلاین بعد از تلاش برای ترور دونالد ترامپ اشاره کرده و نوشته که اعمال خشونت آمیز در واکنش به این ترور تشویق شده است.
در خبری کوتاه، اتحادیه اروپا 5 فعال راستگرایی افراطی اسرائیل و 3 گروه فعال در کرانه باختری را در ارتباط با خشونت علیه فلسطینیان و جلوگیری از کمک رسانی به غزه تحریم کرده است. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل شنبت اعلام کرد که 3 شهروند این کشور را که تحت هدایت ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی مدنون به اقدام علیه امنیت ملی هستند، در طول 2 هفته گذشته بازداشت کرده است. نشریه تایمز اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش داد که یکی از مدنونان به نام الیملک استرن، ساکن شهر بیت شمش که با یک حساب تلگرامی به نام آنا النا در تماس بوده، به درخواست گردانندگان این حساب دست به اقداماتی در اسرائیل زده است. بنا به این گزارش، اقدامات این شهروند 21 ساله از جمله نصب علائمی در شهر تل‌آویو، مخفی کردن پول در نقاطی در شهر اورشلیم و تل‌آویو و تحویل بسته‌های حاوی سر بریده حیوانات یا عروسک در کنار یک چاقو و پیامی تهدیدآمیز به شهروندان غیر نظامی اسرائیلی ذکر شده است. کارآگاهان اعلام کردند که الیملک استرن موافقت کرده بود که بجز ارتکاب قتل و به آتش کشیدن جنگل، هر عملیات دیگری را به انجام برساند. بنا به اعلام شینبت، این شهروند اسرائیلی علاوه بر دریافت مبالغی از طریق رمز ارز، 2 اسرائیلی دیگر را هم برای همکاری در این عملیات به استخدام درآورده بود. آژانس امنیت اسرائیل در بیانیه‌ای برقراری تماس با شهروندان اسرائیلی از طریق هویت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی را شیوه شناخته شده سرویس‌های اطلاعاتی ایرانیان اعلام کرده است. پلیس سلطنتی عمان میگوید که تیراندازی در مسجدی در پایتخت این کشور دست کم 4 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشته است. پلیس روز سه‌شنبه 26 تیر ماه در بیانیه اعلام کرد که تیراندازی در محله وادی کبیر مسقط پایتخت رخ داده است. هنوز علت این تیراندازی و هویت فرد مظنون اعلام نشده است. به نظر می‌رسد که این تیراندازی همزمان با برگزاری مراسم عاشورا صورت گرفته باشد. سازمان جاسوسی کره جنوبی گفت که یک دیپلمات بلندپایه کره شمالی مستقر در کوبا به کره جنوبی فرار کرده است. گفته می شود که این دیپلمات بالاترین مقام عالی رتبه دیپلمات کره شمالی است که از سال 2016 به کره جنوبی گریخته است. NIC سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی گفت که این دیپلمات در ماه نوامبر گذشته به آن کشور آمده است. افشای جزئیات مربوط به شهروندان کره شمالی که فرار می کنند و به کره جنوبی می روند اغلب ماه‌ها طول می کشد، زیرا این افراد باید قبل از جذب رسمی دوره‌هایی را در مورد جامعه آن کشور بگذرانند. جورج رابرتسون، دبیرکل سابق ناتو، میگوید که بریتانیا نیازمند بازبینی آمادگی نظامی خود برای مقابله احتمالی با 4 کشور خطرناک شامل چین، ایران، کره شمالی و روسیه است. به گزارش اسکای نیوز، جورج رابرتسون هشدار داده که ارتش بریتانیا نباید با کاهش بودجه دفاعی توانایی مقابله با 4 کشور خطرناک برای امنیت خود را تضعیف کند. نخست وزیر جدید بریتانیا کیر استارمر از حزب کارگر، لورد رابرتسون وزیر دفاع قبلی حزب کارگر در ربع قرن پیش و دبیرکل سابق ناتو را بار دیگر برای تبیین سیاست‌های دفاعی بریتانیا فراخوانده است. در همین حال، در یک تحول دیگر، دولت بریتانیا اعلام کرده که 2 کارشناس دیگر هم به کارگروهی که مسئول ایجاد طرحی جدید برای ساختار و قابلیت‌های نظامی بریتانیا است اضافه شدند. فیونا هیل، مشاور سابق سیاست خارجی ترامپ که علیه رئیس جمهور سابق در دادگاه ترامپ شهادت داده، یکی از این 2 کارشناس است. هیل که بریتانیایی است اما تابعیت آمریکا را هم دارد، پیشتر ترامپ را به پوتین تشبیه کرده بود و گفته بود که او بدون ملاحظه اولین چیزی که به ذهنش میرسد را بر زبان میآورد. ریچارد بارون، ژنرال 4 ستاره بازنشسته ارتش، یکی دیگر از اعضای گروه بازبینی سیاست دفاعی بریتانیا است که در ارتش محبوبیت بسیاری داشته است.
روزنامه وال استریت ژورنال روز دوشنبه 15 جولای گزارش داد که ایلان ماسک قصد دارد ماهانه حدود 45 میلیون دلار به گروه حمایتی کارزار ریاست جمهوری دونالد ترامپ اهدا کند، در حالی که دیگر شخصیت‌های برجسته حوزه فناوری هم به این گروه کمک مالی می‌کنند. اگر گزارش وال استریت ژورنال درست باشد، این یکی از بزرگترین کمک‌های مالی است که تاکنون توسط یک شخص حقیقی در کارزار انتخاباتی آمریکا هزینه شده است. بلندگارشمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDariLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه افک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران از افزایش 15 میلیون تومانی قیمت آیفون 13 خبر داد و عامل آن را توقف تخصیص ارز ترجیحی به واردات انواع موبایل و افزایش تعرفه واردات اعلام کرد. سید حسین سادات حسینی به خبرگزاری ایلنا گفت از حدود 150 روز پیش ارز نیمایی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر از 600 دلار تعلق نمی‌گیرد. به گفته او گوشی‌هایی که پیش از این حدود 8 میلیون تومان قیمت داشتند تا حدود 11 میلیون تومان گران‌تر شدند. او با اشاره به افزایش قیمت آیفون 13 از حدود 38 میلیون تومان به 53 میلیون تومان گفت که افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالاتر از 600 دلار دلیل این گرانی است.
دانشمندان وجود قاری را در ماه تایید کردند و گمان می‌کنند که صدها قار دیگر در ماه وجود دارد که می‌تواند به عنوان پناهگاه فضانوردان مورد استفاده قرار بگیرد. تیمی به رهبری ایتالیا روز دوشنبه گزارش داد که شواهدی قطعی داله بر وجود یک قار بزرگ در ماه به دست آورده و این قار تنها 400 کیلومتر با محل فرود آپولو 11 بر سطح ماه فاصله دارد. به گفته یه دانشمندان ایتالیایی این قار حداقل 40 متر عرض و 10 متر طول دارد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شبتی. بیدار و خوشی رو بهتون آرزو میکنم.